مشهور خبرها. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت امارات اسلامی میگوید که نشست سراسری علما پیرامون مسائل کلان کشوری فردا پنجشنبه 9 سرطان برگزار می شود. مولوی حنفی امروز در یک نشست خبری در کابل گفته این نشست به تقاضای علما، بزرگان و شخصیت های افغان برگزار شده است. علما و شخصیت های تاثیرگذار کشور در آن شرکت خواهند کرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء طی نشست خبری در پیوند به برگزاری بزرگ علمای دین گفت که برای اشتراک گذاری در این گردهمایی هیچ گونه قیودات وضع نشده است. مولوی حنفی گفت به طبق افتادن گردهمایی بزرگ علمای دین حقیقت ندارد و از پیش قرار بود که این گردهمایی فردا پنجشنبه برگزار شود. آقای حنفی در پاسخ به پرسش خبرنگاران راجع به حضور زنان در نشست بزرگ علما گفت زنان به مساوی مادران و خواهران کشور اکرام دارند و به نمایندگی از آنها فرزندانشان در جرگه علما شرکت میکنند. اونا ما قیودات وضع نکردیم که خون بخواه ریسفید باشه، جوان نباشه، جوان ها هم دهی چی خون بخواه میاین، دهی مشکل نیست، انشالله اینطور قیودات نیست. بله. چونکه یک ای اجتماع همچنان که از اینوان از این ظاهر است اجتماع علما هست، انشالله ما طبقه اوناست، هم همه مادرای ما هستند، همه خواهرای ما هستند، ما با اونا احترام کامل داریم. اونا هم انشالله همو که فرزندان از اونا در اینجا داخل است، انشالله یک قسم داخل هستند اونا هم. بله. در همین رابطه زنان خواستار معنیدار در نشست بزرگ علما شده میگویند برگزاری لوی جرگه بدون حضور زنان ناقص میباشد. بی بی امری فدایی یکی از زنان جامعه مدنی میگوید از نظر اسلام و احادیث اسلامی زنان حق مشارکت در تمام نشست های سیاسی و تجاری را دارا میباشد. خانم فدایی گفت در تمدن اسلامی مرد و زن نقش بارزی در پیشرفت و ترقی داشتند. به این اساس پیشرفت افغانستان بدون مشارکت زنان امکان ندارد. یه مثال‌های بارز از طول تاریخ اسلام است که زن‌ها در فعالیت‌های سیاسی، در فعالیت‌های اجتماعی سهم فعال خود را داشتند. بنابراین زن‌های عالمه در ایجاد تمدن اسلامی و در پیشرفتش سهم فعال خود را ایفا کردند و امارت اسلامی نمی‌تواند این حق از زن مسلمان بگیرد. در همین حال سید فرهاد اکبری کارشناس مسائل سیاسی میگوید برگزاری لوی جرگه در این شرایط میتواند اتفاق نیک باشد، اما نشست بزرگ مشورتی باید مختارانه به جلو حرکت کند. و ای گفت حکومت امارت اسلامی در برگزاری لوی جرگه باید از همه اقشار مختلف جامعه در این برنامه دعوت میکرد تا مشروعیت لوی جرگه تحکیم میشد. فکر نکنم که لوی جرگه قدر صلاحیت داشته باشه، به خاطر اینکه ما در جرگه قبلی در دو جرگه بودیم، در جرگه ای که وقت زندانیا هم رها میشد و در جرگه ای که تصمیم هم گرفته میشد. فقط دو سه موضوعی که تیار از طرف از واد اجندا پیشنهاد شده، اگر تو بخوای نخوای اونا اعلان میکنه. فقط ما یک سمبول بودیم در دو جرگه. وقتی که خواست ما این بود که آقای اشرف غنی را ما گفتیم که شما کنار برن از قدرت، بگذارن که افغان ها تصمیم خود خودشان بگیره، ولی اونا گفتن که نه، ما جمهوریت میخوایم. آخر جمهوریت هم با خود دو دبی بردن، مردم افغانستان به جمهوریت رها کردن، مردم در بدر خاک بسر رها. حالی هم من فکر میکنم امیت یک گزینه خود باشه، فقط اینا یک فتوای خود میگیرن و ای که اگر لویا جرگه خود مختار باشد، اونا تصمیم بگیرن، اونا خواسته را بگیرن، خیلی حدس کم میرد که. با این همه قرار بود که نشست بزرگ علما امروز چهارشنبه برگزار و تا روز جمعه ادامه پیدا کند، اما مولوی حنفی در این ارتباط گفت آنها قبلا اعلام کرده بودند که نشست اصلی فردا پنجشنبه آغاز می شود. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته امیدوار است که این نشست موفقانه برگزار و با پایان برسد و اشتراک کنندگان بتوانند نظرات خیش را آزادانه مطرح کنند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.